از علی به پیغمبر نزدیکتر، عزیزتر، بازوی او، داماد او، برادر او، پسر عموی او، کسی که در بستر جانشو فدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على وصيه الثاني عشر الامام المنتظر روحي وارواح العالمين لمقدمه الفداء وما الذي نغم من ابي الحسن نغم من هو الله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وتنمره في ذات الله عز وجل ويحهم أنا زحزهوها عن رواس الرسالة ومعدن النبوة ومهبة الوحي الأمين الطيبين استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل. السخنان و فرمایشات صدیقه طاهره علیها السلام، یعنی دومین خطبه‌ای که حضرت برای زنان مهاجر و انصار در منزل ایراد فرمودن، جمعیتی که به عنوان عیادت به هیئت اجتماع حالا تحت هر عنوان به محضر حضرت آمدند، حال پرسی کردند، در پاسخ حال پرسی و عیادت اونها حضرت دقایقی برای اونها مطالبی را بیان فرمودند که من دیشب به قسمت اول این خطبه اشاره کردم و شواهد و توضیحاتی را با مقدمش به عرضتون رسوندم. امشب در مقدمه عرضم و مقدمه ورود به این فرمایشات عرضم را از اینجا آغاز می کنم که مسئله امامت و خلافت و جانشینی بر حق پیغمبر اکرم مانند خود نبوت است. اگر اشکالی از سوی دشمنان یا کم اطلاعها و مقرزین وارد می شود که چرا بعد از سالها دم از امامت و ولایت می زنید،
چرا مسئله امامت را مطرح می کنید؟ جواب این است که امامت مانند نبوت مسئله معرفی دین و دیانت و حتی توحید و خداشناسی بدون امامت و ولایت و معرفی و شناخت امام کامل نمی گردد. شرط قبولی تمام اعمال امامت و ولایت است. اون حدیث معروفی را که از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل فرموده ان که به ارکان دین و استوانه های دین اشاره شده است، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الجهاد و الولایه و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. به هیچ کدام از این ارکان دین، نماز، روزه، جهاد، به اندازه‌ای که به مسئله امامت توجه شده و تأکید شده است اشاره نشده است. حضرت رضا سلام الله علیه در اجتماع بی نظیر مردم نیشابور وقتی تقاضا کردند حضرت جملاتی، سخنانی، حدیثی، ارشاد و هدایتی بفرمایند و فضای نیشابور و استقبال گرم آنها از مقدم مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام با این یادگار تکمیل گردد، حضرت پذیرفتن، شتر و موکب ایستاد، پرده عقب رفت، سر از میان محمل بیرون آوردن که چه قوغایی در نیشابور بپا شد. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چه کردن مردم؟ بعد علمایی که در خدمت و محضر بودن جمعیت و آرام کردن، بگذارید از محضر مبارک حضرت استفاده ببریم. قرار استماع حدیث از لبهای مبارک حضرت رضا علیه السلام در جمع مستقبلین و عاشقان و شیفتگان حضرت، این حدیث معروف سلسله الذهب را حضرت رضا علیه السلام برای مردم نیشابور بیان کردند. برای اینکه اهمیت اون روز و نقل این حدیث و جمعیت را متوجه باشید، نمیخواستن از معجزه و کرامت استفاده کنند. امکانات الان نبوده است. جمعیت هایی آماده در چهار طرف کلمه به کلمه که حضرت میفرمودن اونها برای مردم و جمعیت برای دیگران که مستقیم و بدون فاصله این فرمایش و این حدیث به گوش همه برسد. حالا چقدر جمعیت حد اقل نویسندگان در اون تاریخ را از 4000، 12000 تا 24000 نویسنده که این حدیث شریفی که سندش طلای خالص است، همش از معصوم رسیده است، اون روز می نوشتن. حضرت فرمودن بعد از بیان سلسله سند حدیث
از پدر بزرگوارشون، جد امجدشون، تا رسندن به علی مرتضی و خاتم انبیا محمد مصطفی. و ذات اقدس احدیت جل و علا کلمت لا اله الا الله حسنی، و من قالها دخل فی حسنی، و من دخل فی حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله اقرار و شهادت به وحدانیت ذات اقدس احدیت حصن و حصار مستحکمی است که با ورود به آن آتش غضب و خشم خداوند متعال انسان را فرا نمیگیرد و مورد عنایت حق و در حصن مستحکم توحید قرار میگیرد. این حدیث پایان یافت، اما چند قدم که مولا حرکت کردن برای اهمیت و جلب توجه، مردم همونجور عاشقانه به این موکب و اون جمال ملکوتی و منتظر ادامه فرمایشاتن، حضرت فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی من، یعنی امامت از شرایط لا اله الا الله است، شرط قبول لا اله الا الله است. یعنی لا اله الا الله بدون اشهد ان علی ولی الله، بدون اعتقاد به امامت و ولایت معصومین علیهم السلام نتیجه ای ندارد و انسان را به اون حسن مستحکم وارد نمی کند. انا من شروطها، حدیثی که آغاز عرضم خوندم، و ما نودی به شیء کالولایه، یا و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. این اهمیت ولایت و شرط قبولی تمام اعمال. دیگه فرصت نیست به احادیثی اشاره کنم که اگر کسی عمر دنیا را قائم اللیل صائم النهار بین رکن و مقام منهای ولایت به اعتکاف و ذکر و عبادت بگذراند، بدون ولایت ارزشی ندارد. قبول درگاه حضرت احدیت واقع نمی شود. این یک مطلب درباره اهمیت امامت و ولایت. مسئله دوم که بیشتر مورد نظر و عرضم هست، مسئله نسب امام، جعل خلیفه پیغمبر مانند خود نبوت به امر خداست. همون جوری که در انتخاب و بعثت انبیا رأی و آراء و مسئله دیگر دخالتی ندارند، عیناً مسئله امامت هم این چنین است. آیات مبارکات قرآن به صراحه این رو بیان می کند، به عنوان جعل، به عنوان نسب، به عنوان قرار دادن در مجلس علم و سیادت. یا داوود انا جعلناک خلیفتا للناس، ما تو رو خلیفه و رهبر و امام جمعیت قرار دادیم. و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، ما اینها رو امام قرار دادیم و معرفی کردیم. آیات عدیده ای از قرآن، و بعد ما پیغمبری رو نداریم که قبل از رحلت و وفاتش جانشینش را معرفی نکرده باشد.
حتی همزمان با بعثتش، همزمان با نبوتش، جانشینان اینها هم معرفی می شدند و خود پیغمبر نمی تواند بدون وحی و منهای وحی جانشینی را معرفی کنند تا جمعی بنشینند، مثل انتخاب کت خدا و رئیس و وکیل و رئیس و جمهور بیان کسی رو معرفی کنن. با یک نفر آراء زیادتر و اخذ آراء در چه شرایط برای خود اونها هم که مدعی هستن این مطلب ادامه نداشت. اگر آراء مسلمین است، همه رأی دادن، مسلمین انتخاب کرده ان، آیا سلمان و ابیذر و مقداد و امیر المؤمنین و این شخصیت ها حق رأی نداشتن؟ اینا جزء صحابه و مسلمانان نستجیر بالله نبودن؟ کدام یکی از اینها رأی دادن؟ و اگر با رأی و اکثریت آرا است، دومی رو کی انتخاب کرد؟ اگر مسئله اول درست است، روش اینه، پس دومی با چه رأی انتخاب شد؟ اگر با اون قسمت بود، مسئله سوم رو شما در نظر بگیرید. بعد هم شرایطی دارد امامت، کسی حق دخالت ندارد. باز شاهدی دیگر، مأمون عباسی با شرایط خاصی که برای مملکت پیش آمد که خیلی توضیح لازم دارد، مأمونی که برای این خلافت برادرش را می کشد، جشن برادرکشی می گیرد، چطور شده حضرت رضا علیه السلام رو دعوت کند بگه من از خلافت خسته شدم، میخوام خلافت را به شما واگذار کنم، بفرستد حضرت رو به مرو و خراسان بیاورن. در یک مجلس عمومی که برای این منظور فراهم شده است، چون اشاره‌ای بکنم که سر تا سر مملکت آشوب است، قوغاس، تظاهرات است، اعلام مخالفت است، طرفداران امین به خاطر قتل امین، سادات، علویین، فاطمیین، مخالفین، همه و همه دید با تمام ملت و مملکت که نمیتواند بجنگد. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام از خلفای آینده خبر میدهد، به مأمون عباسی که میرسد، چجور او را حضرت معرفی میفرماید؟ این چه شیطنتی است؟ چه سیاستی است؟ چه برنامه ایست که نقشه میکشد؟ چه کنم مملکت آرام باشد؟ من بتوانم بر اوضاع مسلط باشم؟ به فکرش میرسد حضرت رو بیاره به مردم بگه دیگه من از خلافت کناره گرفتم، کاری ندارم، خلافت مال علی ابن موسی رضا علیه السلام است، که بتوند مردم را آرام کند. این یک جهت. حضرت آمدن مجلس رسمی، مأمون شروع کرده به سخنرانی در همین موضوع، گفت من میخوام از خلافت، اصل خلافت بود در اول، کنار بکشم خود را، در زیر این آسمان روی زمین، در بین تمام اقشار مسلمین، شخصیتی را لایقتر، جامع و شرائطتر از علی ابن موسی رضا علیه السلام ندیدم، لذا من خلافت رو به ایشون واگذار می کنم، شما هم با او بیعت کنید. امام هشتم چه جوابی دادن؟ شاهد عرض من است. فرمودن مأمون اگر این خلافت مال توست، خودت را محق به خلافت میدانی و به جای پیغمبر به عنوان خلیفه نشسته ای،
این رو حق نداری به کسی واگذار کنی. مگر پیغمبر میتوند پیغمبریشو به کسی واگذار کند؟ اگر شرائط در تو هست و خود رو محق میدانی، این نمیتونی واگذار کنی، حق نداری. و اگر به این نتیجه رسیده ای که قاصب خلافتی، شرائط در تو نیست، خداوند متعال به خلافت تو راضی نیست، بدون جهت مدعی شدی، کنار برو. هر کس لیاقت خلافت رو داشته باشد بر مسند خلافت تکیه میزند. این مال تو نیست که بتونی به کسی واگذار کنی، این مقام الهی است، مانند مقام نبوت. بالاترش رو عرض کنم، پیغمبر خدا در ماه حج که دیگه برخوردها حرام بود، آزادی در تبلیغ دینشون رو داشتن، از شعب ابی طالب بیرون می آمدن، به تلاوت آیات مبارکات قرآن و تبلیغ دین می پرداختن. در ایام حج که از همه جهات می آمدن، در منا قبیله ایست به نام بنی عامر، از قبائل معروف عرب است. این رئیس قبیله یکی دو تا برخورد در مسیر با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته. با جمعی از خواص قبیله اش گفت به قدری تحت تأثیر کلام، سخن، جذابیت این مدعی نبوت قرار گرفتم که اگر از من بخواد من به دین او بگروم، دلیلی ندارم قبول نکنم. کم کم پیغمبر اکرم رسید، مخاطب قرار داد، سخنانی فرمود، این هم مؤدبانه در محضر پیغمبر عرض کرد من با یک شرط دین شما رو میپذیرم، از دین و مکتب و قرآنتون دفاع میکنم، نه یک فرد عادی است. عرض کرد یا رسول الله، الان 1000 مرد جنگی و جوانان آماده در قبیله بنی عامر تحت فرمان من هستند. کل این عده و عده و امکانات در اختیار شما قرار میگیرد. من اگر دین شما رو پذیرفتم با چنین جمعیتی، کسی دیگه حق جسارت به شما را ندارد. اما من یک شرط دارم و اون شرط رو اگر بپذیرید الان تسلیم میشوم. شرط پذیرش رئیس قبیله بنی عامر برای اسلام چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، من این پیشنهاد رو دارم، به من یک قول شفاهی، کتبی نمیخوام، شاهد نمیگیرم، تضمین لازم ندارم، فقط به من شفاهن قول بدید که جانشین خودتون رو از قبیله من انتخاب کنی، هر کس رو صلاح دونستید از کل این قبیله. نمیگم من، برادرم، فرزندم، جانشین مرا از قبیله بنی عامر جانشین خود رو انتخاب کنید. حضرت فرمودن هذا الامر بيد الله لا بيدي، من نمیتونم از پیش خودم خلیفه انتخاب کنم، انتخاب جانشین من به امر خداست، از طرف خداست. وقتی پیغمبر اجازه دخالت ندارد، افراد عادی میتونن خلیفه و جانشین پیغمبر رو معرفی کنن. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در جمع زنان مهاجر و انصار می فرماید که
اگر شما دقت کنید، اگر عمر طولانی داشته باشید، عجایبی عجیب در روزگار را میبینید. و ما اشته اراک الدهر العجبو، پدر و مادرم فدای این خاندان، فصاحت را، بلاغت را. یک زن آزرده، پهلوی شکسته، خانه‌اش مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، از شدت ضعف و نقاهت تا کنار قبر پیغمبر نمیتونه عادی برود، با همین زنان که خواستن برون معطل شدن. چرا فاطمه نمیاد؟ امیرالمؤمنین که اجازه داده، دیدن صدای ضعیف فاطمه بلند است، فز عصای مرا بیار، به من کمک کن تا کنار قبر پدر بروم. آیان مدینه مشرف شده ها از خانه فاطمه تا روضه و قبر مبارک پیغمبر چقدر فاصله است؟ یک زن 18 ساله نتواند برود. ای لعنت خدا بر شما که با پاره تن پیغمبر، با امانت پیغمبر، با سیده نساء عالمین بعد از اون همه سفارشات چه کردید؟ شاهدم اینه، زنی در بستر قادر به حرکت نیست، درد او رو به پاد از پای در آورده، زجرهای روحی و اهانتها به خانه و بیت و همسر و قصب فدک و امامت و من نمیتونم با این بیان الکنم عمق مصیبتی که بر فاطمه علیها السلام وارد شده است به عرضتون برسانم. اجازه بدید از قول خود حضرت بگم، این حالت ضعف و نقاهت و زجر فاطمه در بستر است که خودش میفرماید، خودش بیان میکند، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. یا رسول الله، در همین مدت کم اینقدر بر من مصیبت وارد شده که اگر بر روز روشن وارد میشد شام تار میشد. اون حالته. اما فصاحت را ببینید، بلاغت را ببینید، اعجاز و کرامت و عنایت خدا را به این خاندان ببینید. این عبارت را از خطبه‌ای که دو شب از قرائت میکنم دقت کنید، استبدلو والله از زنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. عرب اصطلاحات و لغات و دقائق و نکاتی در زبانشون هست که در کمتر زبانی به این دقائق. ببینید میفرماید شما در مسئله تغییر امامت و مسیر خلافت که و من الذی نقموا من ابی الحسن، اینا چه اشکالی در منصوب خدا و رسول داشتند، چه ضعفی رو در علی ابن ابی طالب و نقیصه دیده بودند، چرا شخصیتی مثل علی را نمیدونم خدا میدوند به کدام مسئله یا فضیلت یا مصیبت و یا درد دل اشاره کنم، هی به نظر میاد همین مأمون عباسی مجلسی تشکیل داد در مسئله بحث درباره خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگران. حالا به چه منظور؟ بیش از 40 نفر از علمای طراز اول اهل سنت در اون مجلس جمعن. وقت مجلس بعد از نماز صبح در قصر اختصاصی مأمون، دعوت شدگان به این مجلس از برگزیدگان جامعه اهل علم و مدعیان علم و دانش عامه و اهل سنت هن. مجلس تشکیل شد، مأمون خودش که اعلم خلفای بنی العباس است، از نظر علم و فضل و کمالم بی بهره نبوده، از همه خلفا از نظر علمی سرآمده است،
در رأس مجلس، مناظره های او دعوت از علما رو زیاد شنیدید، اینم یه مجلس است. 40 نفر رو دعوت کرده که نظرتون رو در باره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بگید. آمدن گفتن که مأمون خودت شروع کن. گفت من از سؤال آغاز می کنم، شما همه اهل علم، اهل اطلاع، راهنمای دیگران، آشنا به تمام امور، من از شما سؤال می کنم که بهترین امتیاز برای مسلمانان صدر اسلام و اصحاب پیغمبر چه امتیازی بود؟ بل اتفاق گفتن سبقت در ایمان، هر که زودتر دست در دست مبارک پیغمبر گذاشته، دین رو پذیرفته است، اقرار به توحید کرده، از امتیاز بیشتر و برتری برخوردار است. گفت شما به من بگید کی از علی ابن ابی طالب پیش قدم تر بوده؟ اول کسی که دعوت پیغمبر رو اجابت کرده است علی ابن ابی طالب است. البته خدشه‌ای وارد کردن، ایشون جواب داد که خدا و رسول باید قبول کنن و قبول کردن، یه امتیاز اول. گفت بعد از این امتیاز چه مایه برتری بوده است؟ گفتن هجرت و جهاد. اونای هجرت کردن، اونایی که جهاد کردن. گفت شما به من بگید جهاد کی با جهاد علی ابن ابی طالب قابل مقایسه است؟ جهاد کی؟ کی قابل است جهادش، هجرتش که مقایسه بشود با امیرالمؤمنین؟ نه کل جهاد و کمیت و کیفیت و از همه، من عرض می کنم جهادی که یک حرکت دستش از عبادت جن و انس بالاتر است، از طریق وحی و بیان ما ینطق عن الهوا که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی، یک ضربت، یک حرکت دستش از عبادت جن و انس تا دامنه قیامت بالاتر است. اجازه بدید از قول فرزندش زین العابدین به این امتیازات اشاره کنم. وقتی او فرصت کوتاه در جمعیت و جامعه دمشق هنگام اسارت به دستش آمد که بعد از تبلیغات و تعریفات خطیب وابسته به دستگاه ظلم بنی امیه با یک اشاره او رو ساکت کرد، روی منبر قرار گرفت، به نام مبارک علی که رسید، بعد اینجور معرفی کرد، هی گفت و گفت، جلب توجه، نقطه اساسی و هدف بیان معرفی امیرالمؤمنین علی است که بیش از 40 سال است در فضای شام حضرت رو سبولن می کنن. او رو به عنوان یک مسلمان نمی شناسن. او رو مخالف نماز و روزه معرفی کردن. حالا زین العابدین می خواد معرفی کند. گفت مردم، جدم پیغمبر، مادرم فاطمه، خدیجه کبرا، همه رو به جد دیگرم میخوام اشاره کنم، دقت کنید. فرمود انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. اگر لا اله الا الله در جهان هست، بر اثر فداکاری ها و جهاد پدرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین ولم یکفر بالله طرفة عین.
انا ابن صالح المؤمنین و یعصوب الدین و زین العابدین و تاج البکائین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین من العرب سیدها و من الوغا لیسها لیث الحجاز کبش العراق مکیون مدنیون خیبریون احدیون مهاجریون ابو السبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. این امیر المؤمنینه. مأمون میگه جهاد کی مقایسه میشه؟ ایمان کی با علی مقایسه میشود؟ امتیاز دیگر چیه؟ انتصاب به پیغمبر است. کی از علی به پیغمبر نزدیکتر، عزیزتر؟ بازوی او، داماد او، برادر او، پسر عموی او، کسی که در بستر جانش و فدای او کرده به تأیید قرآن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. حالا از یک منصف، از یک عاقل میپرسیم این علی با این علم، با این سوابق، با این مسائل و امتیازات کنار نشسته، یه جاهل نادان با سوابق تاریکی بت‌پرستی و انحراف و شرک و مسائل، حالا بیان او رو بر جای پیغمبر بنشانن و به علی بگن نه، شما نباید خلیفه و جانشین پیغمبر باشی. و من الذی نقموا من ابی الحسن، ای فریاد فاطمه است در بستر، ای سوز دل زهرای مرضیه است. بعد می فرماید استبدلو والله از ذنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. دقت کنید، اوج فصاحت، بلاغت، تشبیه، بیان حقیقت اینه. حضرت می‌فرماید از این مثل استفاده فرموده، یه پرنده می‌خواد پرواز کند، نوع پرندگان یه بالهای اصلی دارن به نام شاهپر، یه پرهایی هست در سینه و زیر دم و زیر شکم که گاهی یک کبوتر، یک پرنده خودشو تکان میده، ده ها از این پرهای بی ارزش دور میافتد. نبودنشون اثری دارد، نه نبودشون اثری دارد. فاطمه میفرماید شما برای پرواز شاه پر رو قطع کردید، به این پرهای بی ارزش زیر دم چسبیدید، میخواد حرکت کنید تکان نمیخورید، در جای خود در جا میزنید، عقب گرد میکنید. وقتی بارهای سنگین رو میخوان بکشن به مقصد برسانن، به سینه شتر و مرکب میبندن. فرمود شما استبدلوا والله از ذنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. شما سینه رو رها کردید، به دم چسبیدید. و من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا من هو الله نکیر سیفه و قلت مبالاته به حتفه و تنمره فی ذات الله عز و جل. اما نتیجه ای کارها چه میشه؟ همین چهار روز بدمستی هاست، عربده کشی هاست، ولی آدم از این جهت افسوس میخورد و جامعه ضرر میکند که به فرموده امام باقر علیه السلام ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. نه از تاریخ درس عبرت میگیرند و نه از تحولاتی که همش درس عبرت است. در و دیوار عالم کجا صدام عربده کشی که
سالها اون همه جنایت و ظلم و ستم رو نسبت به شیعیان و مسلمانان عراق روا داشت. من نمیگم یزید با ما فاصله دارد، شما هم لابد اهل تاریخ نیستید به اون سردمداران ظلم و جنایت دنیا عرض می کنم. وقتی یزید عربده می کشید لعبت هاشم و بلملک فلا می گفت، زینب کبرا فرمود که چت کیدک و ناسب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا و آثارنا. این رو بدان اگر خدا به چند سباهی مهلت داده است، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، برای تکمیل پرونده منتظر عقوبت الهی باش. سرنوشت یزید و حجاج و جنایتکاران و این آینده را فاطمه علیها السلام برای مردم دنیا بیان کرد، فرمود شما این کارها رو کردید، حق را از مسیر حقش منحرف کردید، منتظر باشید. مانند کسی که منتظر از شتر آماده شیردهی بشود، وضع حمل کند، ظرفها رو بردارید برای دوشیدن شیر برید، خواهید دید خانه شما، ظرفهای شما، زندگی شما پر از خون و چرک و فساد خواهد شد. فرمود آینده شما در این شرایط است. ثم احتلبوا، بعد برید دنبال نتیجه گیری، خواهد دید که وضع شما در چنین شرایطی خواهد بود. عرضم رو خاتمه بدم. ای چشم و چراغ ملت و دین، ای عقل مجرد نخستین، یا امیر المؤمنین، روشن به تو چشم عقل اول، در معرفتت خرد معطل، شیر حق و قهرمان خیبر، منصور به نصرتت پیامبر، تا پاک کنی زبط حرم را، بر دوش نبی زدی قدم را، شمشیر زن صف نبردی، مانند خدای خیش فردی، تا وارهد از خطر پیامبر، خفتی تو به جای او به بستر، یک لحظه سرت ندید بالین، چشم تو نکرد خواب شیرین. یا امیر المؤمنین، آسایش زندگی ندیدی، بهر دگران نیارمیدی، تا رنجه کنن خاطرت را، کردن جدا ابازرت را، از گردش مردم ستمکار، میسوخ دلت بیاد امار، بازوی غضب نمی گشودی، مأمور به امر صبر بودی، ای رهبر مهربان معصوم، ای دشمن ظلم و یار مظلوم، شبها به خرابه های خاموش، نان فقرا کشیدی بردوش، در شهر اگر گرسنه‌ای بود، از قصه او دلت نیاسون، یک لحظه سرت ندید بالین، چشم تو نکرد خواب شیرین، آسایش زندگی ندیدی، بهر دگران نیارمیدی، در نیمه شبان چو شمع محراب بودی، به میان آتش و آب، از همراهی تو پا کشیدن، با قهر به مسجدت کشیدن، بازوی غضب نمی گشونی، مأمور به امر صبر بودی، درد دل خود به دل نهفتی، گاهی دل شب به چاه گفتی، اون راست که گفته ای تو با چاه، امروز شده است عالم آگاه، اون گریه و ناله های جنسوز، بر گوش جهان رسیده امروز، زن خون که ز فرق نازنینت، گردید روان بر جبینت، یک قطره به چهره شفق ریخ، جوشید که سوزشی برانگیخ، تا حشر زند
همیشه فریاد. ای مردم راد، مرد آزاد، من خون شهید بی گناهم، بر بی کسی علی گواهم، بر مسجد آسمان شعارم، از مسجد کوفه یادگارم، و علی الدهر من دماء شهیدین علی و نجله شاهدان، فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیاته شفقان. زمینه رو برای ذکر مصیبت آماده کنم، اشاره‌ای کنم که از این جهتم محروم نباشم و فیضی از این مجلس معنوی برده باشم. در ذیل این اشعار این بود: درد دل خود به دل نهفتی، گاهی دل شب به چاه گفتی. شما فکر کنید امیرالمؤمنین میامد سرشو میان چاه میکرد، ناله میزد، درد دل میکرد. کمیل ها سوال میکردن عزیزانشون یا امیرالمؤمنین این چه برنامه ایست؟ و فی صدر لباناتو اذا ضاق لها صدری نکت الارض بالکفی. هر وقت غم ها روی دل من جمع میشه دیگه میخواد بیتابم کند، من میام سرمو میان چاه میکنم، با چاه درد دل میکنم. عزیزان، بزرگان، هیئتی ها، شیعیان مخلص امیرالمؤمنین، عزادارها، شما فکر میکنید علی چه درد دلی داشت با چاه؟ چه میگفت با چاه؟ الا الا ای چای یارم را گرفتن، الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن. صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد، لیکن نکسر الدلع لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.